به تازگی نصر الله رادش بازیگر مشهور سینما و تلویزیون که کارهای تنزی که انجام داده را همه ای ما به خوبی به خاطر داریم در یک مصاحبه حضور پیدا کرده و حرفهای جنجالی رو بیان کرده. او گفته من مدتی معتاد بودم و چند وقتی هم در امین آباد در آسایشگاه روانی بستری بودم. اما علت این همه اتفاق تلخ برای این هنرمند خوب کشورمان چی بوده در ادامه به همین موضوع می پردازیم اما قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید نصرالله رادش با بازی در مجموعه پرواز 57 به کارگردانی مهران مدیری به تلویزیون اومد رادش با مجموعه ساعت خوش به شهرت رسید چند سال بعد با ایفای نقش حیفنون در مجموعه باغ مزفر به کارگردانی مهران مدیری و مجموعه مسافران به کارگردانی رامبد جوان دوباره به اوج رسید. او میگوید من یه دوره دو ساله بازیگری رو از سال 68 تا 70 در فرهنگ سرای نیاوران گذروندم و فوق دیپلم تاعت گرفتم. آقای مدیری منو انتخاب کرد و شروع به همکاری کردیم. شروع کار هنری من با همکاری با مهران مدیری بود. بعد از مجموعه پرواز پنج در سال 1372 و ساعت خوش در سال 73 سومین همکاری هم با ایشان بود وی ای میگوید من بازیگردانی را خیلی دوست دارم اما اوایل یه جورایی تنبل بودم یا روابط یه خوبی نداشتم خیال میکردم اگر بازیگر خوبی باشی خودشون میان دنبالت اما اینطور نبود بازیگر باید خودش دنبال نقش بره اما من زیر بار این قاعده نمی رفتم و شاید یکی از دلایل کمکاریم هم همین بوده است. بلد نبودم با ارتباطات برای خودم کار بتراشم. اصولا آدم سمجی نیستم. پسرم فوتبالی و طرفدار استقلال موسیقی دوست داره و به زبان انگلیسی و شنا هم علاقه نصرالله رادش میگه به قرب تهران علاقه داره. از بچگی آدرس ها رو گم می کردم و هنوز همین مشکل رو دارم. تا حدی که اگر وارد یه ساختمون بزرگ بشم درب خروجی رو گم میکنم به خاطر اینکه نیت کرده بودم تا وقتی مادرم زنده است این راز رو نگفته بودم به همین دلیله که نمیتونم رانندگی کنم ازدواج کردم صاحب فرزند پسری به نام پرهام شدم اما 8 سال بعد از اون از همسرم جدا شدم میگه همسر سابقم فکر میکرد حرف حرف خودمه اما اصلا اینجوری نیست نصرالله رادش مدتی پیش برای بار دوم ازدواج کرده در یک گفتگو خبر ازدواج دومش را تایید کرد و در صفحه شخصی خودش هم عکسای کنار همسر دومش منتشر کرد همسر دومش بازیگر نیست و نامش آرزو محموده این زوج توسط یک دوست مشترک به هم معرفی شدن و مراسم عروسیشان خیلی ساده و بدون شلوغکاری برگزار شد. نصرالله رادش در دور همی و در گفتگو با مهران مدیری گفت چند ماهی از خانمی وارد زندگیش شده که هیچ از کارهای او را ندیده و این برایش خیلی با ارزشه که او را برای شخصیت خودش میخواهد. اما به تازگی نصرالله رادش در مصاحبه ای که داشته هدفش از بازیگر شدن را به نوعی جوانی بیان کرد. او با خودش در اوایل جوانی میگفت چرا هیچ دختری حتی نشندان زیبا عاشق من نمیشه چرا هیچ کدومشون بیشتر از سه ثانیه به من نگاه نمیکنن و سری نگاهشون را از من دور میکنن جوابش راحت بود چون من براشون جذاب نبودم اما این ماجرا گذشت تا زمانی که ساعت خوش پخش شد همون روزهای اول شهرتش با همسرش آشنا شد داستان آشنایی او با همسرش شنیدنیه روزی در یکی از های تهران راه که دو تا دختر به سمتش اومدن تا امضا بگیرن اما یکی از این دخترها تمایلی برای امضا گرفتن نداشت پاپس کشیدن های این دختر باعث شد رادش به شدت به او جذب بشه ثمره این ازدواج تنها فرزند رادش یعنی پرهام است پرهام اواخر دهه هفتاد به دنیا اومد و برعکس پدرش شدیدن عاشق فوتباله رادش میگوید من عاشق همسر اولم شدم و باهاش ازدواج کردم اما ازش جدا شدم براش خیلی احترام قائلم با اینکه ما خیلی با هم دعوا کردیم و فوش و فوشکاری هم داشتیم اما خیلی خانوم خوب و محترمیه از رفتنش و طلاقمون اذیت نشدم خدا انگار مهرش از دل من گرفت و من بهش فکر نمی کردم این جدای آسیبی به من نرسون سال 1381 رضا عطاران با رادش تماس گرفت و گفت تا کی میخوای دوری کنی چرا نمیای به بازیگری ادامه بدی مجید صالحی در حال ساخت یک فیلم بود مجید صالحی و تهیه کننده آن سریال با رادش صحبت کردند و گفتند نهایت همکاری را با تو میکنیم و از از سکانس هایی با تایم کم میگیریم رادش به سریال آشتیکنان رفت بعد از اولین پلان که بازی کرد سجده شو کرد و گریه کرد رادش به گفته خودش میتوانست به راحتی به اعتیاد رو بیاره اول سیگار و بعد تریاک نصرالله رادش در سال 73 به ساعت خوش دعوت شد و برای مردم اجرا کرد برای یک شب اجرا مبلغ یک میلیون و هزار تومان می گرفت اون موقع پول زیادی بود بخش از اون پول رو خرج کرد و چند روز بعد به او خبر رسید که ممنوع کار شده تمام بازیگران ساعت خوش ممنوع کار شدند و به علت نامعلومی بود دو سال با همون پول زندگی کرد شاید آغاز روزهای سخت او از همانجا شروع شد رادش روزی یک یا دو پاکت سیگار میکشید از ممنوعکاری و بیپولی ناراحت بود او به کارش ادامه داد تا اینکه سال 84 مدتی قبل از اینکه در سریال باغ مزفر شاهکار مهران مدیری رو خلق کنه به دام مخدری به نام تریاک افتاد مدتی درگیر تریاک بود اما یک لحظه سرنوشت باعث شد که تریاک رو کنار بذاره پرهام پسرش اون موقع هفت ساله بوده رادش به گفته خودش به اعتیاد نرسیده بود در دورانی بود که هنوز به شدت درگیر اعتیاد نبود پرهام هفت ساله رادش رو با بافور دیده بود و گفته بود ما با این چیه رادش در این لحظه تصمیم گرفت دیگه هیچ وقت سمت این ماده مخدر نره و اونو کنار گذاشت رادش گفته اون لحظه به پرهام گفتم این کسافت او ریختمش دور قدرت خدا بود که کمکم کرد من به جایی نرسیده بودم که تریاک همه زندگی منو به دام خودش بکشونه و به همین خاطرم انداختمش دور رادش گفت ماجرای روی آوردن به تریاک رو نمیتونم بگم نه اینکه خجالت بکشم نه من خیلی راحتم اما ماجراش در عرف ما بیادبی و بی و بیبندوباری محسوب میشه با برای همین نمیتونم ماجراش رو تعریف کنم من مدتی در تیمارستان امین آباد خوابیدم نمیدونم چرا فکرم درگیر این بود که کیم از کجا اومدم و به کجا میرم من آرزوم اینه که جواب این سوالاتم رو بفهمم گاهی هنوز هم حالم بد میشه اگه بخ... خام صادق باشم من در طول این پنجاه و هفت سال زندگی فقط ده روزش رو زندگی کردم این ده روز انگار روز زمین نبودم همین سه چهار سال پیشم اتفاق افتاد اتفاق عجیبی بود لحظه شروعش اونجایی بود که با یه پیجی آشنا شدم که گفتن ماه کامله باید توی این چند روز غیبت نکنیم کار بدی انجام ندیم با کسی دعوا نکنیم و مدیتیشن کنیم منم گفتم حالا ده روز دیگه چیزی نیست یکم این کارهای بد رو از دور کنم و منیتم رو کم کنم یادم توی اون ده روز یه نفر در دایک بهم به فرش ناموسی داد بزنم توهین کرد باز تونستم باهاش مهربون باشم انقدر مهربون باشم و باهاش صحبت کردم که تماس گرفت و گریه کرد گفتم همه اشتباه میکنن با دوستان به شهر گرگان رفتم و روزهای عجیبی برای من بود تو خیابون یه آدمی دیدم که گفتم چرا ناراحتی گفت زامن برای وام ندارم گفتم فردا میام با هم میریم بانک صحبت میکنیم و فرداش رفتم واقعا عاشق آدم ها و عاشق زندگیم توی اون ده روز بودم دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعد بدرود